This hearing of the Committee on Foreign Affairs will come to order. گزارش تلویزیون الحره از استماع جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنگره درباره لیبرتی و اشرف 17 آوریل 2013 28 فروردین 92 جان کری: من 2 هفته قبل که در عراق بودم مستقیما موضوع امنیت لیبرتی را با نخست وزیر عراق در میان گذاشتم و ما در این رابطه التزام داریم. نسبت به تهاجم مجدد به لیبرتی نگرانم. به اعتقاد من دولت ایران هم در این موضوع دخیل است. دینا رویرابکر، رئیس زیر کمیته آسیا اروپا: رابطه نزدیک مالکی با رژیم ایران نگران کننده است. أن أطرح حولها أسئلة لو سمحت. أولا قد تحدثت عن قلقك إزاء ما يحدث في مخيم أشرف. بمجاهدين الخلق حيث وقع القاء الأرابي الكثير من سكان هناك. هل أننا نضع المسؤولية مسؤولية سلامة هؤلاء الناس على حكومة المالكي؟ وهل أن الإدارة ستسحب طلبها لمساعدات لحكومة تقتل الأبرياء في مخيم الذي وضعناهم فيه؟ هذا السؤال الأول. هل أننا سنضع مزيدنا الضغط على حكومة المالكي في هذا الموضوع، موضوع مجاهدي الخلق؟ لقد طرحت هذا الموضوع مباشرة مع رئيس الوزراء العراقي عندما كنت في العراق منذ أسبوعين. نحن منتجون في هذا المجال، وأنا يقلقني حصول هجوم آخر على المخيم المذكور، ونحن نحاول قدر المستطاع أن نجد مكانا لإعادة إيواء الجميع. معالي الوزير، لدي سؤالين إضافيين. نعم، الجواب مجددا نعم، نحن نحاول أن نصل إلى المحاسبة والأمن. أعتقد أن الحكومة الإيرانية أيضا معنية، نريد من حكومة مالكي أن تساعد. علاقة مالكي بالإيرانيين أمر مقلق. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في معرض رده على سؤال لأحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عن مصير عناصر مجاهدي خلق الإيرانية في معسكر ليبرتي، قال كيري إنه طرح هذه القضية بصورة مباشرة خلال لقائه برئيس الوزراء نور المالكي، وأن واشنطن تعمل مع بغداد على حل هذه القضية عبر إيجاد مكان لسكان المعسكر لإعادة توطينه فيه. وأعرب كيري عن قلقه من احتمالية تعرض المعسكر لهجوم آخر كالذي حصل قبل أسابيع. خبرگزاری فرانسه: جان کری رژیم ایران را در حمله به کمپ لیبرتی در عراق مسئول می‌داند. کری به کمیته خارجی کنگره گفت او نگرانی در مورد وضعیت امنیتی لیبرتی را با مالکی نخست وزیر عراق
در جریان بازدیدش از بغداد مطرح کرده است. کری تصریح کرد نسبت به وضعیت امنیتی در کمپ لیبرتی نگران است. گزارش های خبرگزاری فرانسه در بخش های فرانسوی و انگلیسی 17 آوریل 2013 28 فروردین 92. کری رژیم ایران را به خاطر حمله علیه کمپ در عراق مسئول می‌داند. وزیر خارجه آمریکا جان کری روز چهارشنبه حکومت ایران را مسئول یک حمله مرگبار علیه یک کمپ اپوزیسیون ایران در عراق دانست و نگرانی خود را نسبت به یک حمله دیگر ابراز کرد. کری به قانونگذاران آمریکا که وی را در مورد حمله ماه فوریه علیه کمپی که محل استقرار اعضای گروه اپوزیسیون ایرانی مجاهدین خلق است مورد سوال قرار دادند گفت من خیلی نگران احتمال یک حمله دیگر هستم. سازمان مجاهدین خلق ایران حکومت تهران را متهم کرده است که مسئول حمله موشکی علیه کمپ لیبرتی، یک کمپ سابق ارتش آمریکا در نزدیکی بغداد، محل استقرار حدود 3000 تن از اعضای مجاهدین است که طی آن 8 تن کشته شدند. کری به کمیته خارجی مجلس نمایندگان گفت او این مسئله را با نخست وزیری عراق نوری مالکی در جریان بازدیدش از بغداد در ماه گذشته مطرح کرده است. کری تصریح کرد که او نسبت به وضعیت امنیتی در کمپ نگران است. کری ناراحتی خود را از کندی تلاش‌ها برای انتقال ساکنان ابراز داشت و گفت ما با بسیاری از کشورها تماس گرفته ایم و بسیاری از کشورها درخواست ما را رد کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران را مسئول حمله خونین به قرارگاه لیبرتی معرفی کرد. تلویزیون شرقیه 18 آوریل 2013. اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عن هجوم دام في شباط فبراير على معسكر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة غربية بغداد وعبر عن خشيته من حدوث هجوم آخر. وعبر كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عبر عن اعتقاده أن الحكومة الإيرانية تقف خلف هجمات 9 من شباط فبراير على معسكر ليبرتي الذي يأوي نحو 3000 معارض إيراني، مضيفا أنه قلق جدا لاحتمال تعرضهم لهجوم جديد. وتابع الوزير أنه تطرق إلى هذه المسألة مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أثناء اجتماع الشهر الماضي في بغداد معربا عن القلق للوضع الأمني في هذا المعسكر. وكان هؤلاء المعارضون نقلوا بعام 2012 بطلب من الحكومة العراقية من معسكر أشرف الذي أقيم في الثمانينات في محافظة ديالى نقلوا إلى مخيم قرب مطار بغداد الدولي. يذكر أن الهجوم بالقذائف الصاروخية على المخيم أسفر عن مقتل 5 معارضين إيرانيين وجرح أكثر من 50 آخرين.